شما آقای محترم اسم شما چیست؟ بیاین فکر کنیم گل محمد. آقای گل محمد شما خو از افغانستان برآمدین، در امریکا هستین به طور مثال، یا در استرالیا هستین یا در جرمنی، یک جای دیگه افغانستان نیستین، ولی به هر حال بر یک لحظه ای تو فکر کنین که شما هنوزم در افغانستان هستین. شما یک آدم بودین که گفتین نه، من وطن و مردم ایلا نمی کنم، یا به خاطر عقیده اسلامی تان گفتین که نه، ما وظیفه اسلامی است، ما مثل رسول الله جهاد می کنم، یا یک احساس وطن پرستی که گفتین نه، ما میجا قربانی می شم اگر ما زی وطن نمی برایم، یا به هر دلیل که بود ناتوانی فکر کنین، نتانستین براین، در افغانستان ماندین و خدا نکرده کشته شدین. از شما فکر کنین که یک خانم میمانه همراه 4-5 اولاد در گور استین، اما ما شما خب روح ایمان داریم، امیر روح شما از قبر پرواز میکنه که احوال زن و اولادتان بگیره. شما میبینین که دخترک 10 ساله تان در کوچه گدایی میکنه، اینی رقم. یاسمین با جسم کوچکی که دارد بی خبر از آینده کمر به کار بسته است و برای خانواده خود نفقه میبرد. میگوید که شما دمی گورستین، روحتان پرواز کرده رفته، در روی سرک میبینه دخترک شما را یاسمینه، یاسمین 10 ساله را که در روی کوچه گدایی میکنه. برای یک لحظه امیر منعیس یک انسان است که تو در مقبر استی و امی دخترک توست، چی اتفاق میفته برد؟ فکر نمی کنی که دمی گور در میگیری، آتش میگیری، سوخته میری و چیغ میزنی، صدایت کس نمیشنوه، دیار خاموشان است، اما تو چیغ میزنی و گریه میکنی و آتش سوختانده میرید. باز خدا یک رقم آرامش میتی، میگی خو خیر است، گدایی هم که میکنه از هموطنهای عزیز خود دفاع گدایی میکنه، خیر اگر من نیستم از یک هموطن خود نان گدایی میکنه. اما اینی رو میشنوید که دخترکتان در کلکین یک موتر با یک نفر عذر میکنه برای نان که ماما جان، در خانه ما از گشنگی میمریم، خیر کمک رو سعی کنین. صادق یا کلم بگی خیر ماما جان، خانه نان میبرم، دعایت میکدم، خیره. خویام بسیار دردتان نمی کنه، هنوز هم میگین هموطنم از خیر، از یک هموطن خود گدایی میکنه. اما اینی رو میشنوین که هموطن شما، هموطن مسلمان با وجدان با شرفه که در این مملکت، مملکت افراد با شرف است، مسلمان است، او ماما بر از این دخترک چی میگه؟ بچه مرا نمیگی بگه که بیرون موتر سوار شده، بچه مرا نمیگیری بیا سوار شده این موتر که بریم، بچه مرا نمیگیری بگه که بیرون موتر سوار شده، بچه ما رو سیکو. شما راستی فکر میکنین کی دخترک بر بچه خود میخواه؟ اثر گوش کنین، بچه مرا نمیگیری بگه که بیرون موتر سوار شده، بچه مرا نمیگیری بیا سوار شده این موتر، و فکر کن که تو اونمو نفر هستی در مابین امو گور که تا حال آتش گرفته بودی که اولادت گدایی میکرد، اما حال میبینی که اگم وطن با وجدان مسلمانت برای دخترک 10 سالت میگه بیا بالا شده موتر، بیا که بریم. تو دو حالت چی میشی؟ دو گداییش آتش گرفتی، دایی چی میشی؟ فریاد تو آیا او عرش نمی لرزانه؟
اما صدای تو را هیچ کس نمیشنوه. چرا او دیار دیار خاموشان است. اینی مملکت مردم با شرافت و مسلمان افغانستان است. حالا میریم در امو یک کلبگک که زن و اولاد از این نفره که در گور میسوزه یا زندگی میکنه. این دختره که در خانهش ببینین که چی میگه. نفر خانواده ما را که سعی میکنم جگر خون میشم. میگم که ما که در خانه بشینم باز از گشنگی میموریم که در بیرون برم. اینی گپا را میشنوم دو میزنم میزنیم کسی مجبوریسته دیگه. یک دفعه دیگه ای را میمانم. امی وقتی که دختره گپ میزنه بیادره که خورترش که در پولیش چشته که دست خود ایتا در سر خود گرفته شما با چشمایش ببینین با می بادی لنگویج ما میگیم که یعنی ای در واقع خاموشه اما این می دستش چشمش بدنش گپ میزنه برد احساس از او را یک دفعه گوش کنم وطنم ما تناب با گوش نمیشنیم با چشمم گپ میشنیم اگر که دقیق شویم سعی کنین یک دفعه برادره که خورده زیره. نفر خانواده ما را که سعی میکنم جگر خون میشم. میگم که ما که در خانه بشینم باز از گشنگی میموریم که در بیرون برم. اینی گپا را میشنوم دو میزنم میزنیم کسی مجبوریسته دیگه. و اگه ای بچه هکم در بازار بره که نان گدایی کنه ایران میبرن. او را خواه گفت بیا بچه ما عروسی کن ایران میبرن. بیا که ببرمت خانه. بیا بالا شده موتر. یعنی ما مربوط کی هستم؟ مربوط کدام مردم هستیم؟ اگه ما در وطن خود یک آدم هم قدر لچک بی شرافت بی حیثیت داشته باشیم بسیار زیاد هستم. وام اگه در کل ملت ما یک انسان اینه تا پس باشه سعی کنین گوش کنین چی میگه؟ بچه مره نمیگیدی بیا که بیرون موتر سوال شده. اگه اینه تو یک نفر در کل ملت ما باشه انوز هم ملت بد اخلاق هستیم. اما شما فکر میکنین که تعداد از یا کمه؟ بسیار زیاده. اگه یاسمین قصه کنه که هر روز نفرهای گپ میزنه یه با اخلاقش بود که حداقل گفت بیا بریم بچه ما رسی کو. او برای بچه خود خود نمیخواست اما همی گپ زد. اما چقدر نفرهای دیگهش از این دختره که 10 ساله چی میخواه؟ از روی از این شما میتونین به این نتیجه برسین که وضع مردم ما مردم غریب و بیچاره ما چقدر پرمشقته. امروز در کابل حدود 8 میلیون انسان زندگی میکنن. حداقل 6 میلیون از این دینمی فلاکت زندگی میکنن. دینمی فلاکت به نان گدایی زندگی میکنن و اینمی مردم که اینمه که گشنه است اونو مرد دیگهش هم که گداییگر و گشنه است اونم هم اینمی آسمینه که ببینه اینمی عین گپ هم میزنه به افشه من میجه شوکه ما باش خدا مهربانه نان هم میجه یک کس در دست ما خواهد داد. یعنی ما یکان دفعه با همه ای که 40 چند سال ما در خط اول بودیم یعنی ما یک آدم قویستم اما یکان دفعه مام ناامید میشم بسیار ناامید میشم و بسیار از خود متنفر میشم که ما به اینت یک مردم تعلق دارم. وام میگم مسلمان افغانم مام میگم مسلمان افغان. امی خداوند یا طبیعت بر کدامش که شما باور دارین ما شما را قسم خلق کرده که به عیس پدر و مادر به خاطر اولاد خود جان خود میتیم. اما یک سم میرسه که مثل مادر یاسمین دیگه قدرت نداریم. گوش کنین به مادر یاسمین. تشویش سنگه نی جلی ده سیاسره ده چه ده چه خبره کار تلرشی سلواری دروازی که سرخ کاره که ورپسی او گوره چه ده سنگه نا وقت شد چه خبره دخترکم که میره برای گدایی یا برای کار ما در خانه بسیار نارام میباشم که باش که ناوقت شد. یک سیاسر است. ما هنوز هم خانم ها را سیاسر میگیم بیچاره را. حتی زنام خودشان هم خود سیاسر میگه. میگه یک دختر است یک سیاسر است.
ما در خانه بسیار پریشان می باشم که چی شد دخترم، چطور شد دخترم، ناوقت شد دخترم. و اگر امیخ مادر یاسمین بخیزه خودش به گدایی بره، ساعت چند از ایک در زیادتر مردا برش میگه که بیا بالا شو، بالا شده میجه. اینی شرافت است که ما داد میزنیم و اینی ملت و مردم است که ما مربوطش هستیم. انوزا ما اتفکر میکنیم که این ملت قیام میکنه، طالب از بین میبره، پاکستان میکشه، مملکت ما آزاد میشه. پیش از ای که ما در اوی صبر هستیم، یک قرنکار است که ما اخلاق انسانی در ذهن، در قلب، در سلول های بدن هم وطنهای خود تزریق بکنیم که از اینی فلاکت براییم. لکلم فروشی با در مکار نکیا کار کهی چرسا سرگت وخی دزی ارتا چرسا سرگت وخی زخپل ات ساله ما کور کشپگ نفر ایو جگ بگی. شیرولا کودک قربانی شده دیگر است که از تفاوتهای زندگی خود و کودکان همسالش شکایت می کند و می گوید که دوست دارد مانند پسران ثروتمند زندگی کند و اما زندگی به وی دستیاری نداده است. پدرم و پدرم مریض است، ما هستم بیادرم است و دیگه کار میکنه، دیگه پامیل کیز نیست، دیگه را کمی بینم در مختب میرار چیز میره، دل ما بسیار جگرخون میشه. دیر ازیاد تغاری بیده او دیرم خواب که که زلو چی دو سبک و سکول ویدی من گرمان ده، هر یا سره دا سوچ که چی ما بچه بخوشحاله زو گورم، هر یا مسلمان دا سوچ که خودی من گردی را هاری بیده نشو که ولی من نمی فهم که ما به چی افتخار بکنم، ما به کدام امید دی خط اول خود انوزم قربانی بکنم، ما به کدام امید بر آینده مملکت خود مبارزه کنم. ما 43 سال است که در خط اول مبارزه میکنم، من ایس یک آدم هوشیار مبارزه میکنم، اما اسلام هم میفهم، هم تاریخ، تاریخ اسلام، هم تاریخ مملکت خود، هم اخلاقیات مملکت خود. اما در یک سه میرسم که یکان دفعه فکر میکنم که شاید این زخم ها به اندازه شده که دیگه مرا از حرکت مندازه.